همراه هستیم با دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران. آقای دکتر سلام و عرض ادب. آقای دکتر، با توجه به کاهش چشمگیر گردشگران خارجی به ایران و نقش تحولات منطقه‌ای و سیاست‌های ایران در این روند، به نظر شما چه اقداماتی میتونه باعث بهبود وضعیت صنعت گردشگری و جذب دوباره مسافران بشه؟ بفرمایید. سلام عرض کنم خدمت شما و بینندگان محترمتون. ممنونم. عرض کنم که توی گزارش مستان 2007 داشتیم سازمان جهانی گردشگری، ایران جز 5 کشور اول میراث فرهنگی هستش و جز 10 کشور اول پتانسیل جذب گردشگر. یه آماری هم هست که نشون میده 10% درآمد کشورها به صورت متوسط از گردشگری، و این رو تقدیم میزه سازمان جهانی گردشگری تا 30% برسه. پیش بینی میکنه که تا 2030 8.1 میلیارد نفر با مسافرت داشته باشیم برای گردشگری. اما اون چیزی که در ایران اتفاق افتاده، ایران در حال حاضر با داشتن این ظرفیت تو رده 77 جهانی هستش، و این در حالی هستش که صرفاً کسی که وارد ایران شدن تو این چند سال اخیر از عراق و ترکیه و افغانستان و پاکستان، ارمنستان و آذربایجان و ترکمنستان و بحرین و کویت و چین بودند، و این عددی که در دهواتی مورد کشور دیگه هستش بسیار ناچیز هستش. به این ترتیب ما اون ظرفیت گردشگری بالایی رو که تو دنیا داشتیم از دست دادیم و همچنان داریم از دست میدیم. تو نظرسنجی و تو تحقیقات که سال گذشته انجام شده، دوستی با جهان رو پرسش شوندگان 88% مؤثر دونستن در توسعه صنعت گردشگری، برطرف کردن ایران حراسی رو هم 9%، اما 3% هم گفتن ما فقط با کسانی که رابطه دوستی داریم این رابطه‌مون رو تقویت بکنیم. مشخصا در این زمینه با توجه به اینکه بالاخره نظر جمع نظر اوغلایی هستش و خیرات جمعی توش حاکم هستش، و بنابر آنچه که ما داریم می‌بینیم، تنها راه ما دوستی و کشورهای جهان برای اینکه بتونیم از این ظرفیت بالای جذب درآمد گردشگری توی درآمد ملیمون استفاده بکنیم. ممنونم از همراهیتون. با تشکر از دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.